کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید قتل جعفر قلی خان برادر آقا محمد خان انگامی که آقا محمد خان قاجار خان بابا جهانبانی را به ولایت عهد منصوب کرد آن مرد برای آن کار بزرگ از تمام خیشاوندانش لایق تر بود در همان سال که آقا محمد خان وی را ولی عهد خود کرد تصمیم گرفت که برادر خودش جعفر قلی خان را به قتل برساند جعفر قلی خان حس کرده بود که آقا محمد خان نسبت به او بدبین است و می دانست که اگر به چنگ وی بیفتد بعید نیست که مثل برادرش کور شود به همین جهت در سال 1204 هجری از رفتن به تهران و دیدن آقا محمد خان نیز خودداری نمود آقا محمد خان قاجار چند جاسوس گماشته بود که تقریبا روز و شب او را از کارهای جعفر قلی خان مطلع می کردند و از جمله اطلاع می دادند که آن مرد مشغول جمع آوری سرباز است خانه قاجار فکر کرد که جمع قشون از طرف برادرش علتی جز این ندارد که وی می خواهد شورش کند و هر طور شده باید وی را نابود نماید. آقا محمد خان خواست از تهران حرکت کند و برود و جعفر قلی خان را تعدیب نماید ولی مبتلا به عرق و نسا گردید و مرض مزبور به طور موقت وی را زمین گیر کرد بعد از آن تا سال 1211 هجری قمری خاجی قاجار چند بار گرفتار عرق و نسا شد ولی وی را معالجه می کردند و دوره شدت درد و زمینگیری موقت خاجه قاجار از پانزده روز تجاوز نمی کرد. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار از در تسکین یافت و توانست که راه برود برای اینکه برادرش جعفر قلی خان را به تهران بیاورد فرمانی صادر کرد و او را ملقب به سپه سالار نمود و نامه ای به او نوشت و در آن نامه گفت چون قصد دارد که برای جنگ با لطفلی خان زند به فارس برود می خواهد که فرماندهی قشون خود را در فارس به او واگذار نماید و جعفر قلیخان باید هرچه زودتر سربازان خیش را به تهران منتقل کند که با سربازان او یک ارتش قوی را به وجود بیاورد و چون بیم آن می رود که بیماری عرق و نسای او اد نماید اگر بار دیگر بر اثر آن مرض نتوانست که به راه بیفتد جعفر قلی خان را با اختیارات تام به فارس خواهد فرستاد تا اینکه لطفعلی خان زند را معدوم نماید آقا محمد خان قاجار برای جعفر قلی خان یک شمشیر مرسع و دوازده هزار تومان پول نقد جهت حرکت وی به تهران فرستاد. جعفر قلی خان وقتی فرمان سپه سالاری و شمشیر مرصع و دوازده هزار تومان پول نقد را دید تصور نمود که برادرش به او احتیاج دارد و می وی را برای جنگ با لطفعلی خان زند به فارس بفرستد جعفر قلی خان مثل تمام پسران محمد حسن خان اشاق باش نسبت به زندی کینه داشت زیرا او هم مدتی به دست کریم خان زند اسیر بود و نمی توانست آزاد زندگی کند و اندیشید که فرصتی به دست آورده که بتواند از زندی انتقام بگیرد. این بود که با سربازان خود آزم تهران گردید و روز نهم ماه ربیع اول سال 1205 هجری قمری در تهران به حضور خاجی قاجار رسید. آقا محمد خان قاجار جعفر قلی خان را طوری با محبت پذیرفت که آن مرد اگر تشویشی هم داشت بعد از برخورد با برادرش آسوده خاطر گردید آقا محمد خان بعد از ورود جعفر قلی خان این طور نشان داد که باز دچار درد مرز عرق و نسا گردیده و نمی تواند از تهران حرکت کند خاجه قاجار اجازه نشستن به برادر داد و به او گفت من تو را از این جهت احضار کردم که بین شاهزادگان قاجار از تو لایق تر کسی را سراغ ندارم و میدانم تنها کسی که بعد از من میتواند از عهده سرکوبی لطفلی خان زند تو هستی تو میدانی که ما از زندی چه کشیدیم و چگونه سالها ما را اسیر کردند و میخواستند که دودمانمان را برباد بدهند امروز هم که به سلطنت رسیده ایم از آنها آسوده خاطر نمی باشیم و لطفلی خان زند برتر از کریم خان زند است چون شجاتر و لایقتر از اوست و ما اگر این طوله افعی را معدوم نکنیم و او بزرگ شود و مبدل به یک افعی گردد دیگر از عهده نابود کردنش بر نمی آییم جعفر قلی خان گفت من قول می دهم که بروم و او را به قتل برسانم و سرش را برای شما بفرستم آقا محمد خان قاجار گفت من خیلی میل دارم که خود به راه بیفتم و در موقع جنگ در فارس باشم ولی این درد شدید نمیگذارد من سوار شوم و ناچارم که در تهران بمانم ولی تو را با مقام فرماندهی کل قشون و رتبه سپه سالاری به فارس میفرستم و به تو اختیار کامل می دهم که برای سرکوب کردن لطفلی خان هرچه که می خواهی بکنی و هرقدر سرباز از هر نقطه که می خواهی اجیر نمایی قبل از اینکه از اینجا حرکت کنی هر مبلغ پول نقد که میسر باشد به تو خواهم داد و فرمانی صادر می کنم که هرچه بخواهی از مستوفی های و شهرهای فارس دریافت نمایی تا اینکه مزیقه پولی نداشته باشی جعفر قلی خان گفت من قول می‌دهم که برای اجرای دستور شما از بزل جان هم مزایق ننمایم بعد آقا محمد خان قاجار برادرش را مرخص کرد و بعد از اینکه وی برخاست که برود خاجه قاجار گفت ترتیب کار خود را طوری بده که هفته دیگر بتوانی از تهران راه بیفتی. جعفر قلی خان سر فرود آورد و با حرکت قهقرایی از اتاق خارج شد و بعد از خروج از آنجا یکی از درباریان به وی نزدیک گردید و سر فرود آورد و گفت شما میهمان مخصوص پادشاه ایران هستید و امر صادر شده که با نهایت احترام و تجلیل از شما پذیرایی شود وی را برای صرف غذا به سوی یکی از امارات سلطنتی بردند و همین که وارد اتاقی کردند که به ظاهر صفر خانه بود ادعی بر سرش ریختند جلا چیزی مانند دو شاخه را وسط فک جعفر قلیخان قرار داد که نتواند دهان خود را ببندد. و سپس دستمالی را چون گلوله در حلقوم وی جا داد و با یک چوب بلند که به وسیله چکشی بر آن میکوبید دستمال را وارد دهان و ریه جعفر قلیخان کرد مدت چند دقیقه دستها و پاهای آن مرد را گرفته بودند که تکان نخورد ولی بعد از اینکه خفگی اثر کرده بود وی را رها نمودند و به حال خود گذاشتند تا اینکه آخرین آثار حیات از بدنش برود و وقتی حس کردند که دستها و پاهایش سرد شده فهمیدند که مرده است و خبر مرگش را به اطلاع خاجه قاجار رسانیدند آقا محمد خان قاجار برخاست و به سوی اتاقی که برادرش را در آنجا کشته بودن رفت تا اینکه به چشم خیش جسدش را ببیند و اطمینان حاصل کند که برادرش مرده است بعد از اینکه مطمئن گردید جعفر قلی خان دیگر وجود ندارد گفت جسدش را از امارت خارج کنند و به ملازمانش که با وی به تهران آمده اند نشان بدهند و بگویند که وی دوچار آرزی سکته شده و مرده است جنازه جعفر قلی خان را به ملازمان آن مرد نشان دادند و گفتند که سکته کرده و زندگی را بدرود گفته است راجب به محل دفن جنازه جعفر قلیخان بین مورخین اختلاف وجود دارد بعضی برانند که جسد مقتول را در امامزاده زید تهران دفن نمودند و بعضی دیگر میگویند که آن جسد را به آرامگاه حضرت عبدالعظیم بردند و در آنجا دفن کردند به طوری که گفتیم بعد آقا محمد خان قاجار از کشتن برادر پشیمان شد و گفت بهتر این بود که وی را نابینا می کرد ولی به قتل نمی رسانید. جزئیات چگونگی قتل جعفر غلی خان بر ما مجهول است و غیر از آنچه که گفتیم اثری در تواریخ ایران راجع به قتل او وجود ندارد و هیچ یک از کسانی که در قتل آن مرد شرکت داشته اند نوشته ای باقی نگذاشتند تا نسل های بعد بدانند که در لحظات آخر جعفر قلی خان چه گفت و چه کرد آنهایی که آن مرد را به قتل رسانیدند بعد از آقا محمد خان قاجار از بیم جان لب فرو بستند که مورد انتقام قرار نگیرند. فتح علی شاه بعد از اینکه در سال 1212 هجری قمری به جای آقا محمد خان بر تخت جلوس کرد گفت که گذشته باید به فراموشی سپرده شود و منظورش این بود که شاهزادگان قاجاری نباید به مناسبت کارهایی که آقا محمد خان کرده به خونخواهی برقیزند و بین شاهزادگان دودمان قاجار جنگ برادر کشی را شعله ور کنند پس از اینکه جعفر قلیخان خان کشته شد آقا محمد خان قاجار خود را از لحاظ خطر خیشاوندان مسون دید و فکر کرد که از نزدیکان او کسی باقی نمانده که علیه وی سر بلند نماید و آنهایی که هستند جاه طلبی و بلند پروازی جعفر را ندارند آقا محمد خان قاجار تا آن هنگام بر آذربایجان دست نینداخته بود و به او گفته بودند که مالیات آذربایجان در هر سال چهار کرور تومان است و آن مالیات نصیب عمرای محلی می شود و چیزی را برای وی نمی فرستند. مبلغ مربوط به مالیات آذربایجان مبتنی بر اقراق بود و آذربایجان در دوره نادرشاه چهار کرور مالیات می پرداخت نه در دوره آقا محمد خان قاجار نحوه دریافت مالیات در سنوات آخر عمر نادرشاه طوری قصبات و قرای آذربایجان را ویران نمود که زار این آذربایجانی نمی توانستند در هر سال چهار کرور تومان مالیات بپردازند آقا محمد خان که مردی باهوش بود و از تاریخ گذشته اطلاع داشت می فهمید که آذربایجان قادر نیست که هر سال چهار کرور تومان مالیات بپردازد اما فکر می کرد که زار این و دامداران آن منطقه می توانند در سال سه کرور یا دو کرور مالیات بدهند و آن مبلغ در آن عهد پولی گذاف بود و آقا محمد خان می توانست خیلی از آن استفاده نماید بعد از اینکه خاجه قاجار برادرش را کش در صدد برآمد که به آذربایجان برود و عمرای محلی را مطیع کند و لا اقل مالیات آن سال را دریافت نماید خاجه قاجار قبل از حرکت از تهران به سوی آذربایجان چون بیم داشت که لطفلی خان زند از غیبت وی استفاده نماید و خود را به تهران برساند و پایتخت را اشغال کند برادرزاده اش را با یک قشون کوچک به اسفهان فرستاد که جلوی لطفلی خان زند را بگیرد بعضی از مورخین دوره قاجاری نوشته اند که آقا محمد خان از این جهت خان بابا جهانبانی را به سوی اصفهان فرستاد که شنید لطفلی خان زند تصمیم گرفته که اصفهان را اشغال نماید و او را مأمور کرد که لطفلی خان زن را از پا در آورد اما اگر آقا محمد خان قاجار می شنید که لطفلی خان زند آزم اسفهان گردیده و می خواهد که آن شهر را اشغال نماید آیا می توانست که تهران را رها نماید و راه آذربایجان را پیش بگیرد خانه قاجار بعد از اینکه به سلطنت رسید از هیچکس به اندازه لطفلی خانه زند تشویش نداشت و علتش این بود که را جوانی لایق و شجا میدانست. در بین دشمنان دیگر که آقا محمد خان قاجار از آغاز سلطنت تا هنگام کشته شدن پیدا کرد، افراد دلیری یافت می شدند ولی هیچ یک از آنها نتوانستند که به اندازه لطفلی خانه زند در وجود خاجه قاجار دقدقه ایجاد کنند و علت پریشانی حواس آقا محمد خان از لطفلی خان این بود که او را دلیرتر و لایق تر از خود می دید ولی میدانست که سایرین از لحاظ شجاعت و لیاقت به او نمی رسند. این از که ما تصور میکنیم که آقا محمد خان قاجار وقتی برادر زاده اش را با یک قشون کوچک به اسفهان فرستاد و خود عزم آذربایجان کرد نمی دانست که لطفلی خان زند مسمم است که اسفهان را اشغال نماید. وگرنه از پای تخت خود جدا نمیشد و راه آذربایجان را پیش نمی گرف با توجه به اینکه وقتی از تهران به راه افتاد نمیدانست که چه موقع مراجعت خواهد کرد آقا محمد خان قاجار قبل از اینکه برادرش را به قتل برساند به او گفته بود که به وی اختیار تا میدهد تا هر اندازه که پول بخواهد از مستوفی های اسفهان و شهرهای فارس دریافت کند و هر قد سرباز که می خواهد اجیر نماید خاجه قاجار بعد از قتل برادر آن اختیارات را به خان بابا جهانبانی داد و به او گفت برای جنگ با خانه زن تو احتیاج به سرباز داری و هر قد سرباز می خواهی در اسوهان و کهکیلوی اجیر کن و هر انداز پول لازم داری از مستوفی ها دریافت نما. من از لحاظ پول تو را در مزیق نمی گذارم مشروط بر اینکه تو حساب هزینه ها را داشته باشی و بعد از اینکه مراجعت کردی آن حساب را به من پس بدهی و من بدانم تو وجوهی که دریافت کرده ای به چه مصرف رسانیده بعد خاجه قاجار به برادر زاده اش گفت من میدانم که تو گاهی شراب می نوشی و نمی خواهم تو را از نوشیدن شراب منع کنم ولی تا وقتی که مشغول جنگ هستی از نوشیدن شراب خودداری کن چون تو را ناتوان خواهد کرد و بعد از تحصیل پیروزی اگر بخواهی برای رفع خستگی شراب بنوشی بر تو ایراد نمیگیرم. گو اینکه در آن هنگام هم اگر از نوشیدن شراب خودداری کنی بهتر است زیرا شراب از لحاظ شرعی حرام می باشد خان بابا جهانبانی در دوره ای که زیر دست آقا محمد خان قاجار خدمت می کرد شراب خور محسوب نمی شد و گاهی برای تفریح یا رفع خستگی شراب می نوشید ولی آن را هم آقا محمد خان قاجار که از منکرات دین اسلام پرهیز می نمود نمی پسندید و شراب خوری حتی در فواصل طولانی را از عوامل ناتوان کردن مرد میدانست و هرگز کسی ندید که خاجه قاجار شراب بنوشد ده روز بعد از کشته شدن جعفر قلی خان خان بابا جهانبانی راه اصفهان را پیش گرفت و دو روز بعد از عزیمت او آقا محمد خان قاجار از تهران به طرف آذربایجان به راه افتاد دنیای کتاب صوتی